دهم فروردین 1387 در گذشت فریدون آدمیت. فریدون آدمیت یکی از محققانی بود که تقریبا تمام عمرش را صرف نوشتن حقایق مشروطیت و مشروطه خواهان و آزادی خواهان میهنمان کرد. احمد کسروی و فریدون آدمیت هر دو تاریخ مشروطیت را نوشتند، اما کسروی بیشتر به تاریخ سیاسی مشروطه علاقمند بود و آدمیت به تاریخ فکری و فرهنگی آن. دو منظر و دو زاویه مختلف و در عین حال مکمل. بنابراین میتوان گفت روشنگری های آدمیت تکمیل کننده تاریخ مشروطیت ایران است. فریدون آدمیت متولد 1299 شمسی در تهران، فرزند میرزا عباس قلی خان قزوینی، از مولیدان میرزا ملکم خان ناظم الدوله، از روشنفکران عهد مشروطه بود. او در 21 سالگی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. در سال 1323 به لندن رفت و در دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد لندن تاریخ و فلسفه سیاسی خواند. پس از آن یکسره به کار پژوهش تاریخ سده گذشته ایران و نگارش مشغول شد. از سال 1344 تمام وقت خود را صرف مطالعه و تحقیق درباره عصر مشروطیت کرد و طی بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش، آثار و نظرات روشنفکران عصر مشروطه و مهمترین حوادث سیاسی اجتماعی دوران آغازین تاریخ ایران مدرن را در بیش از 25 عنوان کتاب و مقاله، از جمله شورش در امتیازنامه رژی، فکر آزادی و مقدمه نهضت، مشروطیت ایران، اندیشه دموکراسی اجتماعی در مشروطیت ایران، اندیشه های طالبوف تبریزی تألیف و منتشر کرد. دهم فروردین 1326 اعدام قاضی محمد و یارانش در مهاباد. قاضی محمد در سال 1280 شمسی در یک خانواده روشنفکر کرد متولد شد. او از جوانی با روحیه پرشور و مبارزه‌جویی که داشت در برابر ستم و تبعیض‌هایی که به طور مضاعف بر مردم کرد اعمال می‌شد ساکت ننشست و پا به عرصه مبارزه نهاد. قاضی محمد در ادامه تلاش‌ها و مبارزات خود در بهمن 1324 با استفاده از ضعف دولت مرکزی خودمختاری جمهوری کردستان ایران را اعلام کرد. حکومت فاسد مرکزی در مقابل جنبش حق طلبانه کردستان تلاش کرد، با مارک تجزیه طلبی آن را بدنام ساخته و مانع از پیوند آن با جنبش تمامی ایران گردد. در ادامه این توطئه چینی ها و یک سال پس از پیروزی جنبش، دیکتاتوری سلطنتی در صدد سرکوب نظامی جنبش برآمد. به دنبال تسخیر مهاباد توسط قوای نظامی، قاضی محمد و دیگر رهبران جنبش دستگیر و به بیدادگاه های نظامی تحویل شدند. قاضی محمد در بیدادگاه نظامی شاه در جواب رئیس دادگاه که او را متهم به خیانت می کرد گفت: ایران خانه من و سرزمین کردستان خاک موروثی اجداد من است. این بیدادگاه قاضی محمد و یارانش را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام در اولین ساعات روز دهم فروردین سال 1326 در میدان شهر مهاباد اجرا شد. سیزدهم فروردین 1300 سال روز قیام کلونل محمد تقی‌خان فسیان. مرا اگر بکشند قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد نمود، و اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد.
کنونه پسیان از جمله میان پرستان سلحشوری بود که پس از شکست انقلاب مشروطه تن به تسلیم در برابر حاکمیت مجدد استبداد و روی کار آمدن عناصر مزدوری چون وصوب و دوله و قوام السلطنه نداد و با قیام خود در خراسان بخشی از مقاومت مردمی را بر علیه حاکمیت جدید استبداد رهبری کرد. کلونل محمد تقی خان پسیان در سال 1309 هجری قمری در تبریز متولد شد. برای ادامه تحصیل به تهران آمد و وارد مدرسه نظام شد و در سن 32 سالگی به درجه یاوری سرکردی نائل شد. و این مدت 3 سال در اروپا بود و طی این مدت هوانوردی و مکانیکی را در آلمان گذراند. سپس در دولت مشیرالدوله به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد. روز 13 فروردین سال 1300 شمسی قوام السلطنه استاندار خراسان را دستگیر کرد و به تهران فرستاد و خودش کفالت استانداری را به عهده گرفت. اما در فاصله کوتاهی اوضاع دگرگون شد و قوام السلطنه نخست وزیر شد. او با کینه‌ای که از پسیان به دل داشت کمر به قتل او بست. در همین زمان قیام محمد تقی خان پسیان به همراهی آزادی خواهان در خراسان آغاز شد. همزمانی قیام خراسان با جنبش جنگل و قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز بیانگر روحیه مقاومت مردم در برابر استبدادگران بود. سرانجام روز 10 مهر ماه سال 1304 در زد و خوردی که به تحریک قوام السلطنه با همکاری برخی رؤسای عشایر در روستایی واقع در شرق قوچان درگرفت، کلونل پسیان و همراهانش پس از ساعت‌ها نبرد به شهادت رسیدند. مرگ او دل حمید میهن پرستان را به درد آورد. پانزدهم فروردین 1320 در گذشت پروین اعتصامی شاعر بزرگ ایران. پانزدهم فروردین 1320 یادآور اختر چرخ ادب پروین اعتصامی شاعر آزاداندیش و توانای ایران است. پروین عمری کوتاه اما بسیار پربار داشت. او که در سال 1285 در خانواده ادیب و هنردوست در تبریز به دنیا آمد، تا هنگام وفاتش در 35 سالگی بیش از 5000 بیت شعر گوناگون از قصیده و غزل و قطعه آفریده بود. پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 در تبریز به دنیا آمد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت. پدرش یوسف اعتصام الملک آشتیانی خود از روشنفکران فاضل و مترجمان زمان بود. پروین همراه با آموختن مقدمات ادبیات عربی و فارسی دوره مدرسه دخترانه آمریکایی را هم در تهران به پایان رساند. او از سالهای کودکی به ادبیات روی آورد و به شعر گفتن پرداخت. شعرهای پروین که در مجله ادبی بهار چاپ شد مورد توجه و علاقه بسیار زیاد مردم قرار گرفت. اهمیت کار پروین در این بود که در زمانی که خود شعر هنوز تعلقی به مردم نداشت، او دردهای مردم را در شعرش انعکاس داد. شعرهای او ساده، مردمی و متعهد بود. او در شعرهایش به ستیز با فرهنگ تحمیلی عقب نگه داشتن زن برخاست و دردها را در برابر دیدگان جامعه گذاشت. پروین از طفل یتیم، تهیدست، بی پدر و تیره بخت و رنجبر و آشیان ایران سخن گفت و آرزوی پرواز و عشق حق و نغمه صبح در کلامش پرکشید و راه به رهایی گشود. از زبان برزگر فریاد سر داد
و پرده از سالوس مدعیان شرع و دین هستند. پروین اعتصامی، این زنی که شعرش را به سلاحی برای دفاع از مردم تبدیل کرد، خیلی زود و در جوانی به قول خودش چون رنگ از رخ روز پرواز کرد. یادش گرامی.